یکی از اهالی پری روز یه نفر رو دیده که با اسب حبیب کاظمی به تاق میرفته سمت کوه. امروز که اومده یه سری به خاله زهره بزنه، متاسفانه با جنازه‌ش روبرو شده. آهن جا خلافکاره. جمشید زبونت باز بگیر، آدم حسابی. آدم حسابی اینطوری از مرز رد نمیشه برادر من. ممنون خروج شده. آهن میشناسیش؟ میشناسم. از 10 سالگی اصلا خودم زبونش میشه. حالا بابا بابا ها؟ آره. بگو جمشید کجاست وگر نه تایی دوش بگیر. بری مرد، تو نمیخوای پیر بشی؟ خودتو نمیبینی؟ تکون نخوردی؟ خیلی خوشحالم ببینم. برام همینطور، فکر نمیکردم دیگه ببینم. این همون ویلاییه که میگفتی؟ آره، 2-3 سالی هست ساختمش، خورد خورد همونطور که دلم میخواست. خوشگله. چی شده؟ اونطوری خبرم کردی؟ اتفاقی افتاده؟ نه، یه مسئله خانوادگی. آخه گفتی یه جای امن، راحت، ایج. بیشتر ندونی بهتر. بسیار خوب. فقط من الان خانواده دارم. میدونم. مراقبم. نگران نباش. اوکی. لپتاپ رو میزمه. مودمم داره. و هم قابل تو نداره. ممنونم، جبران میکنم. در مقابل لطفایی که تو به من کردی، نه هیچی نیست. دوستی یعنی همین؟ پولی چیزی نمیخوای؟ مطمئن؟ مطمئن. بسیار. هر کاری داشتی، فقط یه تلفن. خیلی خوشحال شدم. ممنونم. قربونت، خداحافظ. پیاده شو، رسیدی. بریم تو عمو جا، بریم یه قدمی بزنیم ببینیم بهشاد واسه خودش چی درست کنه. بیاف جلو.
بیا عمو جان. بیا امروز خیلی کار داری. امروز 12 فوریه است. پس فردا هم روز مهمه. مهمتر از اون. فردا 13 فوریه است. من کار مهم می‌دارم. باید با تهران تماس بگیرم. تهران؟ نکنه اجلاس تهرانه. پسر کار مهم می‌دارم. چرا با من یکی بدو می‌کنی؟ درسته. اما حبیب همه چیزش کارشه. از زنم خبر داری؟ میدونی واسه چی کشته شو؟ کشتنش؟ زن بیچاره یه روز خوش تو زندگیش نداره. تو با همه اطرافیات همین کارو میکنی. مشاور فکر میکرد 2 سال پیش تو دفترت کشته شد. ادام بلور. تو که تهران کار داشتی چرا به خودم نگفتی؟ کار شخصی دارم. آه فهمیدم. من از ساختار خارج شده بودم. لاغل اون لپتاپ رو بده یه ایمیل به وکیلم بزنم. آه یه رابط. جمشید تو میخوای وارد شبکه بشی، تنها راه ورودت منم. سلام. ایران هم مسافرمز کمیسر بهروز احمدی، رئیس ما کمیسر اتنام بود. بده بگیر برو. خب بچه ها باید یه جمع بندی بکنیم راجع به لیست خاموش. غلامی متن و آنالیزشون، محمدی عکسایی که روش کار کردی، علی خانی آی پی های تحت کنترله، خانمام روی ویدیوها و اسامی و کدهای به دست اومده از هارد. آخه ما هنوز حاضر نیستیم جانم سروان. تا غروب هم میتونم لیستمو تکمیل کنم. دیره، خیلی داره وقتمون رو میگیره. من خودم به قاعده رسیدم که میتونیم اونو مبنا قرار بدیم. تو هارد سپهر مدنی یه عکس پیدا شده که خیلی ذهن منو درگیر کرده. ببینید این عکس اولیه بود. با توجه به رنگ‌ها اولین اقدام من تفکیک رنگ بود که به چند تا مختلف الازلا رسیدم. خطایی که قطعشون کرده چیه؟ فعلا نمیدونم. جناب سمون عدداش عدد جغرافیایی نیست؟ آره دیگه موقعیت جغرافیاییه. یه لحظه به من اجازه بدین. بله EON داره. دقیقا رو نیم کره شمالی و شرقی کره زمینه. مهران میخوایی که موقعیت ها رو بارد کنم این جاش کجاست؟ همین الان. این عدد وسط چیه؟ این 3 رقمیه. قربان عربستانه. اون چه معنی میتونه داشته باشه؟ یکی دیگر امتحان کن. سبزه رو بزن. اصلویه ایران. جهتش درسته؟ رو نقشه جهان منطبقش کن ببینیم جهتش چیه. این الان حالت درست این کشوره. دقیقاً 284 درجه است. درست عددی که روشه میبینی؟ مهران همه رو مطابق عدداشون بچرخون تا نقشه قاعده پیدا کنه. ما بارها موقع آنالیز ویدیوهای این عدد رو دیده بودیم. شما سوان یه لحظه به من اجازه بدید. الان دیگه ماجرا اومده توزیع من. کل این نقشه ها رو افسن. صبر کنین بچینمشون. چی شد مرا؟ الان آماده میشه. بفرمایید. خاورمیانه است؟ بله. رضا این خطا چیه؟ شبیه خطوط هواییه. مسیرهایی که هواپیما تردد میکنن. پس باید دنبال فرودگاه باشیم؟ ممکنه. سرون عزیز شما فرودگاه رو حفظی. نگاه کن ببین با اطلاعاتت منطبقه. 11 تا موقعیته که فقط 8 تاش فرودگاه است. پس فرودگاه نیستن؟ نه. این عدد فقط یه موقعیت جغرافیایی نیست. باید خیلی چیزا توش در بیاد. صبر کنیم با دیتابیس متنی که درآوردم چک کنم. 11 تا نقطه که 3 تاش توی ایرانه. تهران، نطنز،
عسلویه، یعنی قطبای سیاسی اتمی گازی کشور. احتمالاً اینا سه تا هدف خرابکاری این سازمان توی ایرانه. پس میشه نتیجه گرفته اونا 11 هدف خرابکارانه رو توی خاورمیانه دارن دنبال میکنن. مهران دقت موقعیتش چقدره؟ با اختلاف 10 متر از موقعیت، یعنی میل به صفر داره. این نقطه چرا خارج از خاورمیانه است؟ باید رو دریا باشه جناب سرور. یه لحظه به من اجازه بدید. بفرمان قربان، آماده است. خب اینجا الان کجاست؟ دقیقاً قبرس قربان. قبرس؟ این منظره منو یاد چه خاطره انداخت؟ سد کرج 35 سال پیش. آفرین. همیشه عاشق این حافظت بودم. من 5-6 سالم با هم رفتیم وسط آب. تو من انداختی تو آب. گفتی اینطوری زودتر شنو رو یاد بگیر. من فقط 5-6 سالم بود. البته باید اعتراف کنم هر کی معلمش تو باشی همه چی رو زود یاد میگیره. حالا میدونی چی کار میکنیم؟ با این قایقه دو تایی میریم وسط آب تا بعد من پارو میزنم و ور میگردم، شما هم دست و پا میزنی که جونتو نجات بده. زده به سرت؟ منم مسخره کردی؟ من اینقدر وقت ندارم که با تو تلف کنم. من میرم، اگه خواستی میتونی منو با اسلحت متوقف کنی. آیسا برو کن، برو کنار. بده به من، گفتم بده به من. پرونده بیمار مینا تاج بخش 18 ساله. هجده ساله؟ دخترم. دخترم اوی عزیز من؟ شوخی میکنی؟ زهره روحشم از این زندگی خبر نداشت. اینا همه چیز منه، اما مریض، کبدش باید پیوندش. همه ی آزمایش ها مثبته. فردا وکیلمونو اینجا میاره تا پس فردا من این کبدمو بهش بده. موقعیت غم انگیزیه. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. اما خب تو اینجور موقعیت ها تو کار خیر همه باید همکاری کنن دیگه. هرکی هر کاری از دستش برمیاد باید انجام بده. بذار ببینم کدوم بیمارستانه. بیمارستان پای تخت تهران به آجی بادامه اسلام. یعنی باش با من یک کاری میکنم در اسرع وقت پیشم باشه. فریبورد، کامرانم. سلام، تو کجایی؟ من ایران نیستم. خوب گوش کن چی میگم. یه مأموریت برات دارم. میخوام هر طور شده از عهده‌اش برمی. مأموریت؟ آره. ببین دخترموی من تو بیمارستان پایتخت تهران بستری. میخوام بری اونجا هر طوری شده به هر قیمتی با خودت ببری به جایی که میگم. منظورت به هر قیمتی که شده چیه؟ یعنی حتی اگه شده با زور. نشونی اونجا رو برات اس ام اس میکنم. ولی من نمیدونم از عهده این کار برمیام. هری گوشم به تو ایمان دارم پسر، شک نکن تو میتونی. باشه الان بفرست ببینم چی میشه. سلام عطایی، چطوری؟ جا
جناب سرگرد، ما تمام داشته‌های اطلاعاتیمون رو جمع‌بندی کردیم. آخرین تحلیل من و بچه‌ها به منطقه خاورمیانه ختم میشه. خاورمیانه؟ بله قربان. خب ادامه بده. به نظر میرسه که این سازمان خرابکاری یک سری اهداف خاص رو توی خاورمیانه داره دنبال میکنه. معلومه کدوم کشورها؟ بله، الان میفرستم براتون ملاحظه بفرمایید. در ضمن 3 تا از این 11 نقطه داخل ایرانه. تهران، اصلویه و نطنز. عجب. شک نکنه تو فایل بزرگی رو باز کردیم. آفرین. خسته نباشین. بله دارم میبینم. اینا که 12 تا نقطه است. بله. در واقع 12مین نقطه خارج از خاورمیانه است. آره راست میگی. کجاست اینجا؟ اون بره ترکیه. قبرس. قبرس؟ اوکی. اینا که الان اینجان. عطایی تمرکزتون رو بذارین رو تاریخ ببینین چی پیدا میکنی. این جمشید کاظمی که به صورت غیرقانونی از مرز ایران خارج شده. بو جمشید کاظمی دی که یاساک یولاردن ایراندن چیکیش یاپمیشتور. به غیر از ایران تو خیلی از کشورهای دیگه جرمای سایبری زیادی مرتکب شده. ایران و ایران دیشینده بیچوک سیبر سوش ایشلمیشتور. اینم اسم اصلیش حبیب کاظمیه. بو اصل اسمی حبیب کاظمیدیر. عموی جمشید کاظمی. جمشید کاظمینن امجاسیدیر. تا حالا چند بار مرگ براش گزارش شده. اما با آدمون ölümü birkaç kez kaydı geçmiştir. ولی من فکر میکنم هنوز زنده باشه. اما کلا düşünüyor ki hala yaşıyor. این یکی هم Komiserim, bu rapor 15. bölgenin raporudur. Ben anladım konuyu. Azerbaycanlı tacir. Yalnız biz onun kimliğinden şüpheleniyoruz. Canım Sagut Bey'im, Mozdur Acebi Tacir Azerbaycan'ı buraya bana hiç meşgul. Arabanın sahibinin kim olduğunu buldunuz mu? Evet bulduk amirim. Kim? Ramin Nasiri, İranlı. 3 senedir Ramin Türkiye'de yaşıyor. Hemen buldum. Emredersin Ramin. Ben komiser Adnan Süleymanoğlu. Bu evin sahibi kim? Şarifov. Alırsın, İzmir'e gitmişler. Ne zaman bildin? Hiçbir bilgim yok. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben onun avukat, hem de özel korumasıyım. Amirim bir dakika gelir misiniz? Bir şey buldum. بخش ملاقات هنوز ساعت ملاقات نشد آقا. خب کدوم بخش هستن؟ گفتین خانم مینا تاج بخش؟ بله. بخش 4 اتاق 112. بله باش. تو سالن منتظر باشین تا وقت ملاقات.
احساس میکنم امروز بهترم. اصلا خوب نیستم. نگران چیزی نباشی، من کارها رو مرتب کردم. اگه مشکل خاصی پیش نیاد فردا شب میریم ترکیه. اونجا هم هماهنگی لازم شده، سه چهار روز دیگه فکر میکنم عمل پیگاندی کامل انجام بشه. فردا شب؟ بله. مشکلی هست؟ نه، کم کم داشتم ناامید میشدم. نگران چیزی نباشیم، شما تو بهترین بیمارستان ترکیه عمل میشین. پدر همه کارها رو مرتب کردن و منتظرن. اگه با من کاری ندارین فعلا مرخص میشم. آخر شب مجدد میام به تو سنگ دارم. خداحافظ. چه عجب، بالاخره یکی به این بنده خدا سر زد. علی واقعا که 10 روز این بنده خدا رو آوردین انداختین اینجا و رفتین، دریغ از یه ملاقاتی. آدم با غریبه هم این کارو نمیکنه. پسرشی؟ من؟ نه، یعنی خواهرزادشم. دیگه بدتر، خاله از مادرم به آدم نزدیکتره. بله، حق با شماست. من شهرستان بودم، امروز صبح فهمیدم که خاله اینجا بستری. پس نظرت موجهه. البته به من ربطی نداره ها، ولی خب چیکار کنم، دلم میسوزه. میخوای امشب پیشش بمونی؟ میشه؟ همراه آقا برای بیمار خانوم ممنوعه، ولی من با پذیرش صحبت میکنم که بهتون استثناءن کارت بدم. ممنون. پس من باید یه سر برم و برگردم. باشتی بو کسایی؟ بنا چشتم. یعنی اگه الان من ببندمش میتونی بازش کنی؟ ایه بیز کپاتر سایی آچه بیلیجک میسین؟ طبیعی آچه بیلیم. ادعا میکنه میتونه باز کنه. اگه نتونستی؟ یا 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 باستم. یا سیز نیه آرشتماعی گلدیمیز؟ یا بیتون کپولار آچک. نره استرسنیز آقاییم. Alın götürün bunları. Hadi. Götürün. Biz ne yaptık ki? Biz evi yalnız bırakamayız. Ya benim suçum ne söylesene. Süleyman. Bu kimdi? Şerifov. Bu kimdi? Azerbaycan tacir. Beni ben nişnesem, benim Habibi. Ama hemen Mocave Ferrari için dombalışın. Beni ben nişnesem. Komiserim, ev sahibinin laptopu burada. Tamam, tamam. بله بله، گوشی خدمتتون. جناب سروان. جناب سروان میخواد باهاتون صحبت کنه. بس کن، بس کن. بله قربان. ادامه بدید. الو سلام رضا، خوبی؟ سلام جناب سروان. ممنونم. چه خبر قربان؟ هیچی رضا، گوش کن. یه فایل ایمیج از لپتاپ علی کاظمی گرفتم فرستادم روی سرور اداره. فوراً ریسورش کنیم روی سیستم، اطلاعاتش استخراج کنیم. ویندوز یا مک قربان؟ ویندوز رضا. هر سرنخی که به دردمون میخوره ردگیری بشه. اهداف روشنه. هر چی پیدا کردین اول با دیتابیس آفرانا چک بشه ببینید به سرنخی میرسید یا نه. بله.
و هر چی که برخوردیم سریع خبرتون میکنم. بجنبید. وقت تنگه ها. رضا سریع باشید. من منتظرم. چشم قربان. فعلا خداحافظ. غلامی. جناب سرگون روی فولدرش یه فایل ایزو گذاشته که از هارد یه کامپیوتر گرفته. فوراً ریستورش کن روی یکی از سیستم‌ها بده به اشتیاق. همین. امیر، موس دستته بذار زمین روی این سیستم کار کن. جناب سرگون منتظره. عکس، متن، پسورد سیو شده، ایمیل، هر چی که توش هست. لپتاپی کی هست حالا؟ حبیب کاظمی. به؟ بله فریبرز. سلام. سلام. چطوری؟ من الان تو بیمارستانم. آفرین پسر. چه خبر؟ تونستی دختر رو پیدا کنی؟ آره. توی بخش مراقبت ویژه است. یه بابایی هم امروز فکر کنم وکیلشه. میگفت فردا قراره بیارتش ترکیه واسه جراحی. آفرین. غافلگیرم کردی. دیگه یه کارت امروز بیمارم گرفتم که اگه خواستم برم تو بخش. خیلی خوب. میدونستم میتونم رو تو حساب کنم. حالا باید چیکار کنم؟ هیچ. همینجوری که تا حالا اومدی جلو، بقیه‌اش هم ادامه بده. فقط کافی از هوشت استفاده کنی. منتظر تماست هست. باش، فعلا. داری وقت منو تلف میکنی. کی؟ کجا؟ به کیا تو اون جلسه شرکت میکنه؟ قرار بست تو بگیرم. ولی حتما بهت خبر میدادم یا به من میگفتم خبرت کنم. آره درسته، تو همیشه از من حمایت میکردی، اما نمیدونم چی شد یه دفعه. آه یادم اومد، گفتی من بیش از حد بزرگ شدم. فقط سوال اینه، این حرف تو یا سازمان؟ باشه حرف تو رو میگم. چقدر ساده بودم که فکر کردم خیلی چیز ازش پیدا میکنم. دریغ از یه عکس بک‌گراند. خوردیم به تیر سیمانی. اه امیر، پسورد ایمیلش سیف شده است. جونم هم؟ آره، اکانتش هم جیمیله. احتمالاً همین الان یه اسمس به موبایلش میفرسته. بهتره پاپتری کانکت شیم، یه نسخه از ایمیلاشو رو سیستم سینک کنه. بذار پاشو، یه دقیقه پاشو. محمدی جانم، فوراً آی پی 5.11.127 رو مانیتور کن، ببین تو چه وضعیتی او کنه. باش. بذار بخوای ایمیل رو تحت کنترل خودمون نراری؟ نه، اصلا ممکنه اسمس سرویسش فوراً بلاک میکنه و دیگه نتونیم کاری انجام بدیم. فقط سینک کن رو آتلوک یه نسخه داشته باشیم تا بعد. باش. رضا IP مال ترکیه است. از ISP ترکسه ایلیتیسیم هیزمتلری AS سرویس میگیره. دارم مانیتورش میکنم. ولی کار خاصی انجام نمیده که ردشو بزنیم. آخرین مک آدرس هم مال همین لپتاپیه که فایل ایزوشو جام سرگل فرستاده. خیلی خوب، دست درد نکن. 97 98 99 100%. آقا ایمیلش رو دستم. خب آخرین ایمیلشو چک کن ببین چی توشه. این آخرین ایمیلش. تو جناب آقای کوروش دیگه. با توجه به محدودیت زمانی و رسومات حال عمومی مینا تاج بخش، خواهش می‌کنم نسبت به تسریع عملیات مربوط به تکمیل پرونده پزشکی مینا و خروج از مسئولیت نمونم. طبق مفاد قرارداد خانوادگی نسبت به بروز هر مشکل جسمی برای دخترم مسئولیت هم بهطور مستقیم اتحادیه رو نگاری کنم. این بابا کوروش دیگه باید وکیلش باشه. به دخترش های خسیل خانمه هاشون چیست کن؟ برگرد توی این باکسش، نشونی ایمیل یه چیزی از این وکیله پیدا میکنیم. این ایمیلی که وکیلی فرستاده. بفرمایی آدرسش، اونم تلفنش. الو سلامت ای. سلام جام سرگون. چه خبر؟ قربان ایمیلشو باز کردیم. خب پس بازش کردین؟ آره؟ بله، آخرین ایمیلشو به وکیلش توی تهران فرستاده و ازش خواسته هرچه سریعتر دخترشو برای مداوا منتقل کنه به ترکیه. آها، یعنی این مرد هرکی هست میتونه ایرانی باشه.
یه دختر مریض تو تهران داره که داره تلاش میکنه اونو برای مداوا بفرسته ترکیه. بله، همین الانم بچه‌ها دارن سایر ایمیلاشو چک میکنن. ببین عطایی، از وکیل نگذر، پیداش کن، تحقیقاتتو تکمیل کن. اتفاقا آدرس و شماره تلفنشو داریم، همین الانم داریم میریم اونجا. پس خبرشو به من بده. میشناسیدش دیگه؟ بله. 112. کدوم بیمارستان؟ بیمارستان آجی بادا. خیلی خوب، من فردا پیگیری میکنم. دیگه؟ دیگه هیچ قربان. منم الان به اتفاق سرمان عزیزی دارم میرم بیمارستان پایتخت بالا سر بیماری سری بهش بزنیم. Thank you.
سروان عطایی هستم از اداره پلیس. شما اینجا بیماری به اسم مینا تاجبخش دارین. چقدر خانم امروز مهم شدن؟ چطور مگه؟ آخر رفت و آمد ملاقات زیادی داشتن. اتاقش کجاست؟ بخش 4 اتاق 112. سلام. سلام. سروان عطایی هست. بله بله. تماس گرفتم از پایین. بفرمایید. اینجاست. بفرمایید. نه اینه. نیستش. نیست؟ تختش که همینه. آخرین بار کی دیدینش؟ خودم نیم ساعت پیش درامش عوض کردم. فکر میکنید خودش اتاقو ترک کرده؟ اصلا اون در شرایطی نیست که بتونه راه بره. حراست برام ببینید. خوشحالم دوباره میبینمتون. سروان عزیزی، برو اتاق مانیتورینگ تمام تصاویر یک ساعت تاخیر رو چک کن. سلام، سروان عطایی هستم. تمام ورودی خروجی‌های بیمارستان رو ببندید. نذارین کسی خارج بشه تا من برسم. خب، شما خوب هستین که مینا تاجبخش دزدیدن. دزدیدن؟ یعنی چه؟